هر شخصی که سعی کند بدون ویزه ذریعه کشتی به استرالیا سفر کند و یا بازگشت داده می شود و یا به یکی از کشورهای رسیدگی منطقوی منتقل می گردد. معلومات زیر شامل حال اشخاصی که تقاضای پناهندگیشان تحت دوران در یک از کشورهای رسیدگی منطقوی است نمی باشد. این معلومات برای آن اید اشخاصی است که قبلا بدون ویزه ذریعه کشتی وارد خاک استرالیا گردیده اند و تقاضای پناهندگیشان در استرالیا رسیدگی خواهد شد. ماندن در استرالیا یک امتیاز است نه حق. رفتار شما چه کار می کنید؟ و چگونه رفتار می کنید مهم است. طرز رفتار شما می تواند تأثیر مستقیم بالای مدت ماندنتان در استرالیا داشته باشد. و آیا این که در کمپ زندگی می کنید و یا به داخل جامعه فرستاده شوید؟ همه اشخاص باید از قوانین استرالیا پیروی نموده و رفتار شایسته از خود نشان دهند، چه در خانه و چه در جامعه. قوانین متضمن نظم و مسئولیت افراد در جامعه استرالیا می باشد. شما باید مسئولیت‌ها و همچنان کارهای خلاف قانون در استرالیا را بفهمید. بعضی از این مسئولیت‌ها و قوانین ممکن است با کشور شما فرق داشته باشد. بعضی رفتارها در استرالیا قابل قبول نیستند. رفتار غیر قابل قبول شامل نکات زیرند: خشونت نشان دادن، صدمه زدن به اموال و دارایی‌ها، دروغ گفتن به یک کارمند رسمی دولت، دادن اسناد هویت یا معلومات جعلی. رفتارتان با همه اشخاص در استرالیا باید احترام آمیز باشد و شمول زنان، کودکان و اشخاص از کشورهای مختلف. از تماس جسمی ناخواسته یا استفاده از کلمات توهین آمیز و یا تهدید آمیز علیه دیگران و یا ابراز نظر جنسی خودداری کنید. شما برای کارها و اعمالتان مسئول هستید. حتی اگر ندانید که رفتارتان غلط است یا تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر باشید و یا اشتباهاً عمل از شما سر زند. با اشخاص مورد اعتمادتان راجع به رسوم و فرهنگ استرالیا صحبت کنید. اگر چیزی را نمی‌دانید، آزادانه سوال کنید. اگر برایتان ویزه داده شود، شما باید تمام شرایط ویزه‌تان را رعایت کنید. این شرایط در مکتوب اعطایه ویزه‌تان درج است. اطمینان حاصل کنید که آنها را خوب بفهمید. اگر برایتان یک ویزه بریجینگ داده شود، یکی از شرایط آن این خواهد بود که مقررات سلوک و رفتار را رعایت کنید. تخلف از شرایط ویزایتان می تواند عواقب جدی داشته باشد و شمول باطل کردن ویزایتان. اگر ویزایتان باطل گردد، شما را دوباره به کمپ مهاجرت باز می گردانند. اگر شرایط ویزایتان را خوب نمی فهمید، از افسر اداره مهاجرت یا سازمان کمک کننده تان سوال کنید. ایشان می توانند برای شما معلومات مفصل بدهند. معلومات بیشتر همچنان در وبسایت زیل موجود است: www.immi.gov.au/ima.